امروز میخوام با دکتر هوبان راجع به یه بحث خیلی مهمی صحبت کنم. دوستان با شما در مورد یوسف یوبوسات صحبت کنم. اینجا نوشتم که درست بگم. چقدرم بحث جالبی هست. خب چی میخوایم بپرسیم؟ همین چرا بعضی ها یوسف یوبوسات میگیرن و بعضی ها نمیگیرن؟ خب ببین، خیلی از عادات زندگی ما اگر درست نباشه میتونه باعث یوبوسات بشه. مثلا اگر که تحرک بدنی کم داشته باشه، یا اگر که مصرف آبمون به اندازه کافی نباشه. خیلی موقع ها میتونه ناراحتی های هورمونی باشه، مثلا اگر شخص مشکل تیروئید داشته باشه میتونه برای، یا خیلی از بیماری های دیگه میتونه ایجاد یوبوسات بکنه. بعضی از مواقع کمبود آنزیم هایی که برای هضم و جذب غذا ما لازم داریم ممکنه کم ترش میشه، به خصوص اون آنزیمی که در معده بهش میگن هایدروکلوریک اسید، اگر کم باشه اون هم میتونه که از مواردی باشه که ایجاد یوبوسات بکنه یا اختلال بکنه در فایبر. چی دکتر؟ فایبر هم خیلی مهمه. ببین شما کاملا بله، فایبر دکتر آنیتا. فایبر یکی از مهمترین، ولی اکثرا فکر میکنن که فقط فایبره. فایبر رو زیاد کن، ولی فقط اون نیست. فایبر خیلی مهمه، و به خصوص فایبری که بتونی از به صورت طبیعی از سبزیجات و میوه‌جات و غلات و حبوبات و غیره بگیری. و دکتر، بعضیا میدونم دوا میخورن آنتی بیوتیک و اینا هم میتونه اشکال درست کنه. آنتی بیوتیک اتفاقا معمولا برعکس یوبوسات رو ایجاد میکنه، یعنی بیرون روی خیلی زیادتر که اون بعد پروبیوتیک بیشتر بخورن و غیره. ولی خیلی از داروهای نسخه‌ای و داروهای شیمیایی و داروهای اوور دی کانتر هم هستن که میتونن ایجاد یوبوسات بکنن. یکی از، نمیدونم وقت چقدر داریم، ولی یکی از مهمترین دلایل یوبوسات میتونه ناراحتی احساسی باشه، ایموشن، که کسانی که معمولا قدرت و یا توانایی گذشت رو زیاد ندارن، احتمال اینی که، یا بخشش یا گذشت از موارد مختلف، احتمال اینی که دوچار یوبوسات بشن بیشتر از بقیه است. و برای همون ما یه سین داریم تو انگلیسی stick to my stomach. دقیقا، ایموشن خیلی میتونه خسر بسید. ایموشن خیلی ربط داره به اینا.